سلام، امیدوارم حال دلتون مثل این سفر من سبز باشه. جنگل‌های شمال و مازندران بین ماها کاملاً معروفه. منم به سراغ یکی از بهترین نقاط شمال کشور رفتم. خب قبل معرفی منطقه میخوام مسیرشو بهتون بگم. بذارین از سمت تهران آدرسو بگم. از جاده چالوس از سمت مرزن‌آباد به سمت کلاردش میریم و بعدش به سمت عباس‌آباد و بعد از 5 کیلومتر به روستای پیشنبور میرسیم و بعدش وارد جاده پینبور میشیم. آخرین محل ایستگاه گازه. در واقع ایستگاه گاز ایستگاه آخر است. از اونجا 1.5 ساعت الی 2 ساعت پیاده روی تو یک مسیر جنگلی و سرسبز و مهالوت رو داریم. البته اگر ماشین آفرود دارین نیاز به 1 دقیقه پیاده روی هم ندارید و خیلی راحت به مرداب میرسید. البته چه پیاده روی چه ماشین آفرود لذت‌های خاص خودشو داره. بایدم بگم که پیاده روی سبکی داره و مسیر به هیچ وجه سختی هم نداره و میتونید با قدم زدن تو مسیر جنگلی مهالود کلی لذت ببرید. این همه تعریف کردم که بگم این سفر من به مرداب دیوک مازندرانه. من بار دومم بود که به این نقطه بسیار زیبا سفر کردم. تو سفر اولم هیچ چیزی جز مه نمیدیدم، ولی این سفر خدا رو شد هم بدون مه بود و هم با مه. من شب برای کم زدن چادر و کیسه خواب و یک مقدار غذای کنسروی آب همراه داشتم که برای کم زدن در منطقه مرداب دیوک کافی بود. نکته باحالی که بود ظرف 5 دقیقه کل منطقه رو مه عجیبی گرفت. وقتی که مه میاد پایین شما یک فضای بسیار دیدنی مثل فیلم‌های هالیوودی رو احساس می‌کنی. دقیقاً احساس می‌کنی همین الان یک قهرمان فیلم‌های مارول از بین درختایی که تو دل مه غرق شدن میاد بیرون و کل دنیا رو نجات میده. خلاصه موضوع که این مرداب فوق‌العاده و بسیار دیدنی رو حتما برین و ببینین که شما هم حس کنین میتونین این دنیا رو نجات بدین و با فضای جنگلی زیبا و فوق‌العاده منطقه آشنا بشید و یک کمپ زیبای بسیار عالی داشته باشید. در انتها من یک مصاحبه کوچولو با قرقوان منطقه داشتم و صحبت‌های همیشگی بابت حفظ منابع طبیعی رو با هم داشتیم. اگه دوست داشتین حتما ببینید و به اشتراک بگذارید. خب این ویدیو هم تموم شد. اگه از کارهای من خوشتون اومده چنل من رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو آن کنید. امیدوارم همواره شاد باشید، در سفر باشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. آقای کلهر نازنین، جنگلبان این منطقه، قرقوان بگم درسته؟ مأمور حفاظت این بله. مأمور حفاظت این منطقه. عاشق طبیعت، نه دوست داره طبیعت به نظرم. 100% 100% عاشقشی. یه چیزی گفتی ناراحتم کردی، نه به خاطر چیز دیگه، به خاطر همین که گفتی اون بطری دوغ 1.5 لیتریه درسته؟ آره 1.5 لیتره. دوستان که زحمت کشیدن از مغازه خریداری کردن و حدودا فکر میکنم اون بزرگواری که این دوغ از شهر خریداری کرد حدودا فکر میکنم 20 کیلومتر را از ته اول شهر گرفت تا اینجا آورد با وزن 1.5 کیلو. موقع برگشت ظرف خالی 100 گرمی رو با خودش نبرد. شما چطور میگم میتونستی اینو از تو شهر با اون وزن این سربالایی رد کردی اومد اینجا این ظرف خالی نمیتونستی ببری؟ من فقط درخواستم از مردم عزیز، کسایی که میان اینجا، اینه عاجزانه ازشون خواهش میکنم این زباله‌هاشون رو با خودشون ببرن. من سرایدار شما اینجام، من مالک اینجا نیستم که من بعد از اینکه شما میرید دارم زبالاتونو جمع میکنم. این منصفانه نیست. خواهش میکنم بیاید، ما اینجا رو براتون نگه میداریم، ما سرایدار شماییم، اینجا رو محکم براتون نگه داریم که سالیه شما بیاین، برادراتون بیان، کسای دیگه بیان، نگیرید اینجا رو از آشغال پر کنید که کسا دوستانی که ما دارن میان. اول این خانواده هم که الان اومده اونجا اول داشتن آشغالا رو جمع میکردن بعد اونجا نشستن. دقیقاً بله. اگر هر کدوممون بخوایم رفتگر خودمون باشیم محیط ما تمیزه.
کاملا موافقم. البته بگم که من اینجا اومدم نسبت به بقیه جاها نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، تمیزتر، کاش همه جا بدون هیچ زباله‌ای باشه. دمتون گرم. همکارای من واقعا دارن آشغالای جا جمع. آره من ندیدم، ویدیوهاشو دیدم، فیلماشو دیدم. دم همتون گرم. امیدوارم که یه کوچولو حواسمون باشه به اطراف. قربونت برم آقای کلا، راحت باشید. خدا نگهره داره واسه شما سلامتی بده. امیدوارم اینو دریاچه دریوکو بتونین درست به مردم متوجه بکنین که اینجا کجاست. ان شاء الله همه مردم مملکت ما بتونن بیان. ما انجام وظیفه میکنیم. چش. بزرگوارش. قربونت برم. مرسی ممنون.